از اینکه کودتا رخ داده، درگیری ها علاوه بر اون که با بسا معترضان غیر مسلح ادامه داشته، با شبه نظامیان و برخی از گروه های محلی که خودشون رو مسلح کردن هم ادامه داشته. از جمله در ایالت چین، همون جایی که شهر مینداد قرار داره، ایالت چین، البته اسمش چینه ولی در مرز هند و بنگلادش قرار داره، بعد از اینکه درگیری ها در شهر مینداد بالا میگیره، ارتش میانمار که به نظر میشه در زمین درگیری که از بدترین نوع درگیری در طول هفته های گذشته است، ارتش میانمار وارد شهر شده و در روز پنجشنبه اعلام حکومت نظامی میکنه. اونطور که مقام ها و برخی رسانه های محلی گفتن، روز شنبه وارد شهر میشه و همه مردان به اصطلاح میانسال یا جوانی که هنوز در شهر بودن رو بازداشت میکنه و گروهی از اینها رو به عنوان سپر انسانی برای پیشروی علیه نیروهای شبه نظامی منطقه استفاده میکنه. گفته میشه دو گروه دست کم یا ممکنه یک گروه با دو نام در منطقه هستن، نیروی دفاعی چین لند و نیروی دفاعی غیر نظامیان شهر مینداد. به هر حال اتفاقی که افتاده بعد از اون درگیری ها ادامه پیدا کرده و به اون خاطر که گفته میشه اکثر مردان یا اکثر کسانی که میتونستن از شهر فرار کردند، شمار زیادی از افراد سالمند و کودکان در شهر در میانه این درگیری ها گیر افتادن. از جمله کسانی که ابراز نگرانی کردن سفیر و سفارت ایالات متحده در میانمار هست که گفته این درگیری ها نشون میده که ارتش میانمار داره علیه غیر نظامیان از ادوات نظامی استفاده میکنه. علاوه بر اون اما خود خونتای نظامی میگه در حال حاضر درگیر با گروه های شبه نظامی و اونجور که خونتای نظامی میگه تروریست در منطقه. به هر حال شماری از افراد از جمله از میان نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی خونتای نظامی میانمار کشته شده.